دوستان عزیز درود دارم به همه شما یک برنامه در راسته گفتیم یک سری از برنامه های ما در مورد شناخت دنیای غربه و این برنامه خیلی برنامه جذابیه به نظر من ببینید یک سری کانال ها هستن یا یک سری گروه های فیسبوکی و تلگرامی هستن که ایرانیان هر شهر یا کشوری اونجا جمع میشن مشکلاتشون رو میگن ایرانیان یک کانالی هست به نام زیر آسمان شهر ملبرون و مال استرالیا در حقیقت ایرانیان استرالیا اونجا یکیشون اومده یک چیزی رو در مورد عدم مثلا در حقیقت ضعف پلیس در مورد مسائلی که توی کشور رخ میده نوشته که دوستان عزیز من میخواستم بدونم واقعا نقش پلیس تو استرالیا چیه ببین این یارو تو استرالیا داره میگه یعنی که مقدار میخوایم با حقایق دنیا آشنا بشیم به قول این آقای امین محمد زن از سلبریتی ایران که دونستن حقایق دنیا باعث میشه که مشکلات خودمون رو بهتر بتونیم درک کنیم و براش یک راه حلی پیدا کنیم میگه که نقش پلیس در استرالیا چیه طرف اومده دزدی کرده خونه من اعترافم میکنه که این کار کرده میرم پلیس میگم میگه به ما رب نداره اومده در خونه منو زده میگه چرا به پلیس گفتی هم به پلیس زنگ میزنم میگه مشکل شخصیه پست گذاشته آبرو منو برده بازم میگم میگه به ما مربوط نیست فقط پلیس واسه دعوای زن و شوهری به درد میخوره دوستانی که تجربه مشابه دارن راهنمایی کنن اینو درست میگه پلیس های اروپا هم اینجوری یعنی من خب خیلی من همینم الان دشمن ما شده که یکی از این موارد کشیدیم دادگاه رو این حساب کرده بود که پلیس کاری نه خب من امید دانا اینا باشه من وقتی بخوام یکی رو کلا ترتیبش بدم در چارچوب قانونی هزینه میکنم هزینه میکنم هزار یورو هزینه کردم که درآمد 6 ماه همین آدمیه که هم درگیر شده که کشوندمش پلیس و در حقیقت وکیل قوی گرفتم ولی خب میدونی واقعا هر کسی هم جایگاه منو نداره و هم خب درآمد منو نداره که بخواد یه همچین هایی بکنه البته من وقت و اینا گذاشتم برها چون برام مهم بود قضیه ولی مثلا دعوای زن و شوهری راست میگه سری میان مثلا این مورد براشون مهمه آی به زن فلان حالا زن توی جامعهشون پدرش در میاد هزار کار عجیب غریب میکنه براشون مهم نیست مثلا فقط همین تنها چیزی که تو اروپا خیلی اهمیت میدن ظاهرا ظاهرا دعوای زن و شوهریه البته همون هم های نقضی داریم براش حالا موضوع برنامه نیست یکی دیگه میگه که آقا با سلام ظاهرا براشون خیلی چیزها مهم نیست و اصلا توجه نمیخواهد ما هم مشکل مشابه داشتیم اصلا رسیدگی نشد بعد از آن گرفتار کلاهبرداریایی که به صورت تلفنی میشه شدیم تماس گرفتیم و گفتن فرم فرم های مخصوص را پر کنید و بفرستید و گفتم با شما تماس میگیریم هنوز که هنوزه بعد از شش ماه هیچ خبری ازشون نیست و مطمئن هستم که کسی هم و کسی هم تماس نخواهد گرفت اما کافیه یه ماشین تو خیابون کمی سرعتش بره بالا صد همچنان دنبالش میکنن که انگار رئیس مافیا را میخوان بگیرن آف برید حتی توی جزیره قناری نه دنبال آرام نمیکنن سریع عکس میگیرن سری فرم جریمه رو میفرستن یعنی این جالبه حالا همین آدمایی که دارن این کامنت ها رو میدن شاید ما رو ببینن ما فوش بدن ولی جالبه یا همتون میدونید مشکلات غرب چیه فقط مال من امید دانا و معذرت میخوام برنامه رو دست خار داره فقط ما فوششو میخوریم همینا هم اینا فوش میدن خیلی ولی وقتی تو خلوت میشه همه ی حرفای ما رو تایید میکنن این دلیلیه که هر روز مخاطبان ما میره بالا چون دارن حقایق میدانی نمیگه حتی اونی هم که داره به ما فوش میده حرفای ما رو قبول داره واقعا چه مثال دقیقی زد آقا یارو وای دوزی اینا براشون مهم نیست فقط برای یه سرعت ماشین بره بالا دنبالت میکنن. خلاصه به پلیس اینجا اصلا دل نبند که بیشتر فقط دنبال کارهای خودشون هستن یکی دیگه هم نوشته که من یک بار تلفنی کلا هم ورداشن گفتن دفعه دیگه حواستو جمع کن پلیس گفته میگه آقا مثلا من کلا گذاشتم رفتم به پلیس گفتم پلیس گفته حواستو خب جمع کن حالا در مورد ایران باشه ببین در مورد ایران چیا میگن آقا پلیس اهمیت نداده پلیس فلان کرده مورد بعدی ای بابا منم مثل شما گیت شدم از قانون اینها حق نداری به جناب دوز چیزی بگی حق نداری بگی چرا دزدی کردی حق نداری بگی بالا چش ابرو ولی به بچت یه چیزی بگی سه سود آمدن بردن بعد خر بیار باقلی بار بکن یکی از دوستای جناب دوز رو یک کوچولو یکی از دوستا جناب دوز رو یه چک کوچولو خوابونده بود در گوشش پلیس 350 دلار ناقابل جریمش کرد <تصفح> حالا جالبه توی یه اتفاق مشابه این توی این بود داستانی بود توی بهتون بگم وستروس سوئد یه دو ساعت با استکهلم فاصله داره یه داستانی پیش اومد یه دوزی شد و دوزه گرفتن توی اونجا نگرش داشتن و خب دوزه مقاومت میکرد یه درگیری شد تا دستاشو ببرنن پلیس اومد دوزه رو همون دقیقه آزاد کرد اینایی که دستاشو بستن بازداشت کرد این ماجرا اون موقع من تازه اومده بودم سوئد و شوکه شده بودم چون اتفاق اون کسایی که اینو بازداد چیزش کرده بودن دوز رو گرفته بودن دو تا ایرانی بودن از بچهای حزب مشروطه هم بودن با من دوست بودن و این یک سیلی بدی بود تو گوشه من یعنی منم اونجا بودم تقریبا جاله چشم ما دوز رو آزاد کردن خب رفتیم چه خبره دوستمون حزب مشروطه است منم بچهای به هر حال حزب مشروطه فراری داده بودن دو آزاد کردن بعد اینا رو بازداشت کرد حتی دوزه که آزاد کرده همونجا آیدی کارتش اینا رو گرفتن شماره پرشان نمبر میگن تو سوئد پرشان نمبرش پلیس یاد داشت که برو تا بهت زنگ بزنن ولی شما دو تا که اینا دستشو بستید شما ها الان باید بازداشت بشید بردن شرایط بردن یک ساعت بیشتر نگرشون نداشتن اونا رو هم بردن تو اداره پلیس ازشون چیز گرفتن این پرشان نمبرشون رو گرفتن گفتن شما کار خلاف قانون کردید نباید دوزه مثلا بازداش میکردید خودتون دستگیر میکردید دستشو میبستید در حال الان یک ساعت نگرش نشم ولی کل اساس کار واقعا یه شوک عجیبی بود برای همینه که ما هر روز شاهد ناامنی در بخش های مختلف اروپا هستیم اینم یه نکته بسیار عجیبیه که الان دارم بهتون میگم حالا ادامه میده یکی دیگه ایرانیان استرالیا طرف داره خودش را عکاس و میگه طرف داره... طرف داره خودش را عکاس و مهندس و خبرنگار و بروسلی معرفی میکنه بعد تیم رسانه پشت پردهش را در آورده طرف یک پرستوی جمهوری اسلامی پیشه. بیش نیست برای جمع آوری اطلاعات میای میگی مردم مواظب باشید تق پلیس میاد میگه نگو میگم بابا پس کشور آزادی پس کشور آزادی بیان رسانه خبرنگار فرارسانه رسانه چی میشه میگه نه اینترویشن ان داری نه بگی خلاصه بگم جمهوری اسلامی کت شلواری یعنی خلاصه بگم جمهوری اسلامی کت شلواری یعنی استرالیا <applause> حالا این با جمهوری اسلامی مشکل داره میگه جمهوری اسلامی کت یعنی استرالیا <applause> مورد بعدی ببین خیلی جالبه اینا واقعا مسئله عجیبیه میگه جالبه یک نکته را بیان کنم هرچند که در آینده کلی حرف خواهم داشت از نت خانه من تا گوشی من را حک کردن افراد ایرانی که ساکن سیدنی هستن با همکاری دو نفر در ملبرون بعد میگه رفتم پلیس اهمیت نداد بیش از صد بار جالبه همین شخص هنوز در مجازی با پنجام اکان به اسم خانوم و بیزنس مردم در حال اخخازی است الان دقیقا قانون کجاست عکس خبر فکر زده از بنده گذاشته اومده درخواست پول میکنه که پرداخت کنم تا پست رو حذف کنم فهمیدی علی این پست گذاشته اخخازی کنه گفت آقا پول بده تا من پست رو حذف کنم دیگه واقعا استرالیا یا اوباش خونه ببین ایرانیایی که اونجا دارن زندگی میکنن این حقایقیه که به نظر من است که بعد بعد بقیه هم تایید میکنن بله متاسفانه بعد مراقب بود یکی دیگه توجه داشته باشید که نصف عراضه و عباش های دنیا تو این کشور زندگی میکنن <تصفح> <تصفح> ای خدا یه خانمی اومده به نام اعلان نوشته که آره اینجا بیشتر عرازل و عباش این حالا ایرا بچه ای که تو استرالیا میتونن تایید کنن یا نه ولی من در مورد اروپاش میتونم بگم کم و بیش یه همچین داستانیه میگه طرف زنش از روی عصبانیت زنگ زده و از شوهرش شکایت کرده اومدن شوهرها رو سه روز آبخونک دادن بعدش زنه رفته گفته آقا من عصبانی بودم و اشتباه کردم شکایتمو پس میگیرن گفتن نه تمام شد تو شکایتتو کردی راست میگه میگه تو دروغ میگی از شوهر ترسیدی تهدیدت کردن شوهرت حق نداره در خونت بیاد آمدن دوربین کار گذاشتن که اگه شوهر اومد ببینن خلاصه حسابی زنه تو هچل افتاده میره بیرون با شوهرش ملاقات میکنه و پلیس داره زندگی ها رو اینجا دستی به دستی دستی به دستی حالا گند میزنه بعد اونجا که باید رسیدگی کنه نمیکنه واقعیت های میدانیه واقعا یه جا پلیس علکی یعنی چیزای خال زنکی رو خیلی رسیدگی میکنن و اصلا عجیبه میگه پلیس اینجا اصلا قضیه دوزینا رو دنبال نمیکنه خلاصه مسخره است بعد یکی دیگه نشه یک دوز عادت کرده بود کفشای من رو از دم در دزدی کنه این تو استرالیاست بعد از سه بار گیرش انداختیم حالا بعد از سه بار گیرش کردم و هفت ساعت سرش هفت ساعت سرش ده به یک یار خانه آکار کردم نفهمیدم چی شد خودم نشسته بودم طرف قشنگ خاک ها رو جابجا هم میگه هفت ساعت مجبورش کردم تو خونه کار کنه دوزره گرفته مثل که زیاد بوده به دوزه گفت اگه میخوای کاری بات نشوشم بعد تو خونم کار کنی هفت ساعت هم یارو تو خونش کار کرده بعد تا اینکه کارها به به یارد تکمیل تا یه کارا تکمیل شد رفت شکایت کنه بعد دوزه اومده بیرون رفته از این شکایت کرده چند ماه بعد ده شاپینگ سنتر دیدم همین که من رو شناختم فرار کردن داره میگه آقا دوز اومده من دیگه به پلیس دیگه امیدی نداشتم دوزه رو خودم ادب کردم مثل یه فیلمی ما داشتیم تو ایران که یه همچین اتفاقی افتاده بود و دوزه رو خودش یه لحظه دوستان مزم. بله قطع میکنه. است. <applause> در حال و یه فیلمی داشتیم آقای مهدی هاشمی بازی کرده بود خارج از محدوده نام فیلم بود که پلیس نمی اومد کاری کنه دیگه خودشون زندان درست کرده برن خارج از محدوده از دوزاله برای بخش بعدی برنامه است این حقیقت قرمتون برم حقایق زندگی در استرالیا و خیلی از این که مثلا آقا پلیس ایران و خیلی ها میخوان بیان حمله کنن آقا نیروی انتظامی ما اینطوری من نمیگم نیست حالا ولی دمو دنیا خیلی بدتره در همه دنیا خیلی اصلا شما فکر میکنید همین موردی که برای من بود این اومده موبایل من و اپراتورش رو عوض کرده چون آشنا داشته تو شرکت موبایل و خط موب... جای من رفته سیم کارت گرفته بکنی جای من زنگ زده یه بار اینترنت خونه رو قطع کرده همین حالا اعترافاتش از دست قاضیه خب فکر میکنی چرا این کارو کرده 24 سال توی اسپانیا زندگی میکرده با خودش میگفته خب امکان نداره امید بتونه مثلا بخاطر اینکه میدونه خرطو خره خیلی چیزا بعد میگه خر تو خره دیگه امکان نداره امید بتونه منو گیر بندازه ولی مثل یه موش تو تله گیرش نه چون منو نشناخته منم امید دادم ببخشید من کارهای غیر ممکنه هزم. ممکن میکنم درسته ولی این حقیقته یعنی ببین دزدی میشه نه اهمیت نمیده حتی من تو استرالیا باشم حقمو اگه بخوام یک کیلو بچونم سر جاش حقمو میگیرم چون منم امید دانا من یه پیچیده ای من پشت یه داستان بیافتم ببین بیفت ردیف میشه یارو رو گرفتم بازداشت کردم و دادگاهیش کردم و به یاری خدا به احورا به یاری احورا خواهید دید به زودی اعلام زندانی شدنش هم میکنم ولی این حقیقته یعنی من خب من دهنم سرویس شد تا به این مراحل برسم کلی پول خرج کردم کلی هزینه کردم کلی وقت گذاشتم چرا بعد اینجوری باشه چرا بعد اینقدر بی باشه طرف خودش اجازه بده دیگه همچی کارهای خلاف قانونی بکنه چی میخوام بگم این حقایق در دنیای غرب قربونتون برم اینقدر توی کشورتون نشستی بله مشکلات هست ولی همین مشکلات بدترش تو خارجه دمتون گرم این برنامه جالب بود برای من که حقایق رفتار پلیس در استرالیا رو روایت میکنه و به نظرم برنامه مفیدیه در سطح گسترده پخش کنید عیزانی که میخوام مهاجرت کنن استرالیا اینا یک مقدار با چشم بازتر اگر مسائل نگاه میکنی به نظرم اگه با نگاه دقیقتر به خیلی هم نگاه، تو همون کشور خودش میمونه حالا شاید یکی دلایل مهمی داشته باشه بعد مهاجرت کنه مثل خود من ولی نگاه دقیق تر داشته باشیم بعد بمونه هرچند منم که مهاجرت کردم خودم رو توجیه نمی کنم عاشقتونم دمتون گرم همتون رو به بزرگ میسپارم بدرود